بیا یه بار برای همیشه همه مسائل طراحی لباس رو با هم دیگه بشناسیم. سلام، امیدوارم که حال همتون عالی باشه. امروز اومدیم با معرفی هر متریالی که لازمه برای طراحی لباس شدن. این ویدیو قرار دوتا پارت داشته باشه. پارت اول قراره که در مورد متریال پایه صحبت کنیم، ولی پارت دو قراره که در مورد یه سری متریال تخصصی تر و خب پرهزینه تر صحبت کنیم. پس بریم با هم دیگه داشته باشیم. برای شروع میخوام در مورد مدادا براتون صحبت کنم. شما میتونید از اتود استفاده کنید. خب ما اتود 15 داریم، 17 داریم. بسته ای داره به خودتون. میتونید استفاده کنید برای کارهای ظریف‌تر. یه سری ما اعداد و حروف هم داریم توی مدادا که خب میخوایم بدونیم که کدوم کجا به درد ما میخوره. همونطور که اینجا میبینین ما یه سری مداد با حروف بی داریم با اعداد متفاوت که هر چقدر عدد بیشتر میشه نشون دهنده چیه؟ در واقع مربوط به این مغزیه کربنیه. مداده. هر چقدر که این عدد بیشتر میشه در واقع نشون دهنده اینه که این مداد نرمتر و پررنگتر قرار بشه. حالا میخوام روی کاغذ براتون نشون بدم. خب ببینید مدادهای گروه ب تأثیرات پررنگتری دارن. برای کار نهایی مورد استفاده قرار میگیرن. یه وقتی طرحتون نهایی شده با این میایین کارتون رو نهایی میکنید. و خب گفتیم که عددهای متفاوتی هم میتونه داشته باشه. حالا اینم 3B هستش که نسبت به 7B یا همون B7 یه ذره کم رنگ تره. مداد بعدی مدادهای گروه پاش هستن. این مدادها برای طرح اولیه شما که میخواین یه طرح بزنین میان از مدادهای این گروه استفاده میکنین. چرا؟ چون نگاه کن تأثیرات خیلی کم رنگ تری دارن و خب خیلی راحت پاک میشن. به خاطر همین از این استفاده میکنیم و مثل مدادهای گروه ب از اعداد متفاوت تشکیل شده. حالا ما یه سری مداد هم داریم که مطمئنه همه استفاده کردین. هاش ب. این هم یه چیزی بین هاش و ب هستش. میتونین استفاده کنین بستگی به خودتون داره. خب حالا میریم سراغ انواع پاکونی که لازم میشه برای طراحی لباس. اولی پاکونی که میخواییم باش آشنا بشیم پاکون اتودیه که مغزش به این حالت مثل اتود در میاد و به این حالت هم فروخته میشه. میتونین اساس اندازه خودش بخرین برای پاک کردن اجزای صورت، برای دیتیل و جاهای ظریف ما از پاکون اتودی استفاده میکنیم. پاکون بعدی و پاکون معمولیه که خب هممون تا حالا داشتیم. پاکون بعدی پاکون خمیری. وقتی میخواییم پاکون خمیری بگیرین ترجیحا محفظه دارشو بگیرین که بعد از هر بار که استفاده کردین بذارین داخلش و ببندین. حالا چون که پاکونه خمیری اینطوریه که اگه روی فرش یا جایی بیفته مو اینا میچسبه بهش و حالا کثیف میشه. پاکونه خمیری رو باید به این شکل شما پاک کنین. حالا تپتبا چرا؟ چون که اگه شما بکشین تر پخش میشه و خیلی کثیف میشه و اینکه حالا میتونین به هر شکلی در بیارین، ظریف و کوچیک کنین و اینطوری پاک کنین. این از پاکونه. حالا میریم سراغ تراش. تراشی که من خودم استفاده میکنم و خیلی ازش راضیم تراش فابرکاستل که 3 سوراخ داره و باعث میشه که حداقل امکان مداد و مداد رنگیاتون کمتر تراش بشه. و چیزی که مهمه توی تراش اینه که شما هر چند وقت یه بار باید تراشتون عوض کنید. چرا؟ چون که شما وقتی که یه مدت از تراش استفاده میکنین تراشتون تیغش کند میشه و این کند شدن تیغ باعث میشه که مداد و مداد رنگیاتون آسیب ببینه. به خاطر همین بهتره که هر چند وقت یه بار عوض کنید. خب اگه تا اینجا ویدیو براتون مفید بوده خیلی خوشحال میشم که لایک کنید، کانال ما رو سابسکرایب کنید و هر سوالی داشتین داخل کامنت ها ازم بپرسین. حالا بریم سراغ ادامه. متریال دیگه ای که استفاده میشه محو کنه. محو کن بستگی به سلیقه خودتون داره، ولی خب خیلی وقتا کارو خراب میکنه و خیلی ها طرفدارش نیستن. بیشتر به سیاه قلم استفاده میشه و خب بازم سلیقه خودتونه. اما علاوه بر محو کن میتونید از گوش پاک کن هم استفاده کنین برای جنسیت سازی و برای مداد رنگی و مارکر، چون که محو کن ها خراب میکنن و بهتره که از گوش پاک کن استفاده کنین. همونطور که گفتم برای سایه روشن خوبه. چیزی هم که خیلی مهمه و استفاده از گوش پاک کن اینه که شما دیگه وقتی اینجاش کثیف شد دوباره با همون نیاین محو کنید. بهتره که عوض کنید به اینکه خیلی فشار نیاین، چون زیر یه پلاستیکیه که اگه بخوره به مداد رنگی باعث میشه که کنده بشه، این کارتون رو خیلی خراب میکنه. پس حواستون باشه. خب حالا میریم سراغ کاغذ. اول از همه خودتون میدونید ورقای A4 و A3 که داریم مناسبن برای طراحی. بستگی به خودتون داره که میخواین چه سایزی کار کنین، ولی سایزی که میخواین کار کنین بهتر تخته شاسی همون سایزم بگیرین. حالا میخوام ورقای کاهی رو براتون معرفی کنم که اگر مبتدی هستین و خب
میخواین تمرین کنین، بهتره که از این کاغذهای کاهی بگیرین که به صورت کیلویی فروخته میشه، خیلی بسرفه هستن، میتونین از اینا بگیرین و تمرین کنین و خوبن. خب ممکنه بعضیاتون از دفتر استفاده کنین، من دفتر خاص پیشنهاد نمیکنم، هر کی هر جور که راحته میتونه استفاده کنه. این دفتر سایز آسه هستش، بهتره که دفتری که میگیرین یه ذره این کاغذاش رنگی باشه، چون باعث میشه که چشمتون اذیت نشه. این دفتر هم سایز بندر، حالا این سایز آسه هستش، سایز A4 هم هست، میتونه استفاده کنی. شما میتونید از مقوام استفاده کنید، باز مقوام گرمای متفاوتی دارن و به صورت دفتری هم فروخته میشن، همین حالتی که من الان استفاده کردم ازش، یا اینکه میتونید بگیرید و خودتون برش بزنید که این مقواهایی که الان میبینین هستش که خودم برش زدم. خب حالا مقواهای این رنگی هم میتونین استفاده کنین، ولی اینا بیشتر برای لباسایی که روش مروارید و هم لباس عروس و اینا روش میخواییم بکشین، چون کاغذ سفید خب دیده نمیشه لباس عروس چون که سفیده، ولی خب اینا خیلی قشنگ دیده میشه. باز گفتم میتونین بگیرید خودتون برش بزنین، یا اینکه به حالت دفتری خریداری کنین. حالا همین کاغذهای به رنگ نخودی هم هست، حالا اون که نشون دادم مقوا، ولی اینا کاغذن، باز رو اینا هم که اسمش کاغذ گرافه میتونید لباس عروس و لباسایی که مروارید و یه سری اجزا و دیتیل سفید رنگ دارن میتونید استفاده کنید. خب خیلی ممنون که تا انتهای ویدیو همراه ما بودین، خیلی ممنون میشم لایک کنید، اگر سوالی داشتید داخل کامنت ها بپرسید، اگر نظری داشتید داخل کامنت ها بگید، خیلی برام با ارزشه. و آیدی اینستاگرام ما این بوشه میاد، خیلی ممنون میشم که دنبال کنید و حمایت کنید. خب بریم پارت بعدی.